شما در برنامه کاندیداهای فضانوردی ناسا دو بار فینالیست بودید در سال 2009 و 2013. درباره آموزش ها و یادگیری هایی که در طول این سال ها تجربه کردید برای چنین روزی توضیح بدید. Yeah, so I've wanted to be an astronaut for a long time, but I really started looking into it after medical. بله، خب مدت ها بود که میخواستم فضانورد شدم، اما واقعا بعد از اینکه در سال 2005 دکتر شدم به بررسی آن پرداختم و خوششانس بودم. برای ناسا اپلای کردم و فکر میکردم انتخابم نمی کنند. از دور اول و دوم عبور کردم و در نهایت در سال 2009 جزء 60 نفر فینالیست شدم و در سال 2013 هم فینالیست شدم. اما هنگامی که متوجه شدم آنها من را انتخاب نمی کنند، تصمیم گرفتم به آموزش ادامه دهم تا اگر کسی در طرح فضای تجاری به فضانورد نیاز داشت آماده باشم. آموزش های مانند های جی و لو جی را دریافت کردم. آزمایش مربوط به کاهش اکسیژن به منظور مشاهده عکس‌العمل بدن و مغز به اکسیژن کم را انجام دادم. غواصی اسکوبا را که مشابه خوبی برای رفتن به فضاست بسیار انجام می‌دهم. همچنین در مأموریت‌های تحت عنوان آنالوگ استرونات میشنز شرکت کردم که در آن شما را به جایی شبیه سازی شده با ماه یا مریخ می‌برند. در قالب مأموریتی با عنوان اینکلوژن 1 6 روز را در بیوسفیر 2 گذراندم. 20 months ago. آقای دکتر جهانگیر، شما پس از خانم انوشه انصاری و خانم یاسمین مقبلی سومین ایرانی آمریکایی هستید که به فضا میرید. درباره این غرور فرهنگی صحبت بکنید که به هر شکل میدونم تلاش هم داشتید که پرچم ایران رو هم به فضا ببرید. I have an Iranian flag on the patch I made for myself personally, so there is an Iranian flag there. روی نشانی که برای خودم ساختم پرچم ایران را دارم. خب یک پرچم ایران روی آن وجود دارد، اما متاسفانه با خودم پرچم ایران را به فضا نبردم. به نظرم چیزی که بیشترین احساس غرور را به من می‌دهد این است که زنان ایرانی در این زمینه پیشرو هستند. همانند بسیاری دیگر از چیزها در فرهنگمان که حاکی از قدرت زنان ایرانی است و اینکه آنها در داخل و خارج ایران کارهای بزرگ زیادی انجام داده و همچنان انجام می‌دهند. بنابراین اگرچه اولین مرد ایرانی هستم که به فضا رفتم، اما خیلی مفتخرم که انوشه انصاری و یاسمین مقبلی را در این راه دنبال می کنم و امیدوارم که بتوانم به ایرانی بعدی، خواه یک پسر یا دختر کوچک، این انگیزه را بدهم که این مسیر را دنبال کند. اگر دقت کنید، ما سه نفر راه‌های متفاوتی را طی کرده ایم. انوشه انصاری با برنامه سایوز روسیه توانست به ایستگاه فضایی بین المللی برسد. یاسمین مقبلی که مایه افتخار همه ماست، زیرا از طریق ناسا انتخاب شد، همان کاری که من در سالهای 2009 و 2013 در پیام بودم، او اکنون یک فضانورد ناساست و این فوق‌العاده است. من هم موج جدیدی با خودم آوردم که دنیای فضانوردان تجاری است که به تازگی درهای خود را به روی ما گشوده و از سال 2021 آغاز شده است. I think as Iranians that's very important. We have a very old culture, a very strong culture of poets. You know, we have people like Rumi and Ferdowsi and all of these wonderful poets in our lives and artists in our lives and our history. شما در این ویدئویی که چند ساعت قبل از پرواز ضبط کردید در مورد رومی و فردوسی صحبت می‌کنید. میخواید دنیا ایران رو چطور بشناسه؟ I think the thing we have to remember about Iranians, and if you know any Iranian, you know stands true. به نظرم چیزی که باید درباره ایرانی‌ها به خاطر بسپاریم و هر کسی که ایرانی‌ها رو می‌شناسد می‌داند که درست است، این است که ما فرهنگی غنی، کهن و مایه افتخار داریم. و در این تاریخ هزاران ساله شاعران و دانشمندان و هنرمندان درخشانی داشته ایم. من برای گروه 6 نفرم کارتهایی حاوی اشعار مولانا تهیه کرده بودم. هر کارت 2 یا 3 بیت شعر داشت و هر روز یک کارت را به طور تصادفی به هر نفر میدادم تا آن را بخوانند و برای مأموریتی که قرار بود انجام دهیم به شیوه خود تفسیرش کنند. به باور من فرهنگ ایرانی منحصر به فرد است. مردم ایران منحصر به فرد هستند. ما خونگرم و عاشق و سرشار از زندگی هستیم. دوست دارم مردم این را بدانند. به نظرم این مهم است. فکر می کنم هر کسی ایرانی ها را در آمریکا و هر جای دیگه ای بشناسد می داند که این نکته درباره آنها صدق می کند. I would want people to know that, you know, I think that's important, and I think anyone who knows Iranians, Iranians here in the United States or elsewhere knows that that's true. آقای دکتر جهانگیر، شما 4 ساله بودید که ایران رو ترک کردید. برای کودکانی که در ایران مثل شما چنین رویاهایی دارن چه توصیه‌ای دارید؟
I would say that anything is possible. You have to dream big or else you won't succeed, but به باور من هر چیزی ممکن است. باید رویاهای بزرگی در سر داشته باشید وگرنه به موفقیت دست نخواهید یافت. اما در کنار رویاها باید افرادی را پیدا کنید که از شما حمایت کنند. همچنین باید برای رسیدن به اهداف کوچکتر و دست یافتنی برنامه ریزی کنید. برای مثال اگر می‌خواهید فضانورد شوید، هدف بزرگی است، اما شاید ابتدا بخواهید مهندس شوید. می‌توانید آن را انجام دهید. به دانشگاه می‌روید و تلاش می‌کنید. پس از آن تصمیم می‌گیرید خلبان شوید. آن را هم انجام می‌دهید. پس قدم به قدم رزومه می‌سازید و مجموعه مهارت‌های لازم برای رسیدن به آن نقطه را کسب می‌کنید. فکر می‌کنم حمایت هم مهم است، زیرا هیچ کسی به رغم گفته‌ها درباره خود ساخته بودن هرگز نمی‌تواند به تنهایی موفق شود. هر کسی که به موفقیتی دست یافته، کسانی را پشت سر خود داشته که او را به پیشرفت تشویق کردند. پس همیشه به یاد داشته باشید که سیستمی برای پشتیبانی از خود، خواه خانواده و یا دوستانتان داشته باشید و از آن برای موفقیت استفاده کنید. چقدر نگران تصویر منفی هستید که از ایران در این سالها در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کنه؟ It's a complicated question, but what I would say is that پرسش پیچیده است، اما به نظرم دو مسئله حائز اهمیت وجود دارد. یکی این که نسبت به فرصت‌هایی که در اختیارمان قرار می‌گیرد سپاسگزار باشیم. برای مثال من نسبت به اینکه والدینم به آمریکا نقل مکان کردند و فرصت‌هایی که در آمریکا داشتم در اختیارم قرار گرفت سپاسگزار هستم. دوم این که دولت‌ها و سیاست‌ها همان گونه که هستند خواهند بود و در نهایت همانطور که ایرانیان نشان دادند این مردم هستند که اهمیت دارند. اگر مردم مهربان باشند و با یکدیگر صحبت کنند می‌توانند این روابط را توسعه و در نهایت اختلافات میان دولت‌ها و کشورها بهبود یابد. اگر مردم بتوانند با دیدن بی‌عدالتی وارد عمل شوند و متحد و قوی باشند، این امید وجود خواهد داشت که بی‌عدالتی‌ها از بین برود. بنابراین حق با شماست. درگیری‌های سیاسی زیادی به ویژه در خاورمیانه وجود دارد و این مسئله پیچیده است. مسئله آسانی نیست، اما امیدوارم هرچه بیشتر مردم به پای صحبت یکدیگر بنشینند و با یکدیگر وعده‌ای غذا صرف کنند و تبادل نظر کنند، این موانع به آرامی از میان خواهند رفت. صحبت از این کردید که افرادی رو پیدا کنید که برای رسیدن به رویاهاتون به شما کمک کنند، شما حمایت کنند. یک لحظه هست که وقتی شما از در سفینه میاد بیرون، همسرتون با شادمانی به استقبالتون میاد. در مورد نقش خانوادتون بگید. Yeah, I mean my family is the most important thing to me, even more important than going to space. خانواده‌ام برای من از همه چیز مهمتر است، حتی مهمتر از رفتن به فضا. همسرم در کنارم بوده است. 17 سال است که با هم هستیم و تقریبا هر قدم در مسیر فضا نورد شدنم را به نحوی در کنارم بوده است. امروز بعد از ظهر که بازگشتم از او پرسیدم چه احساسی داری؟ او پاسخ داد خوشحالی محض. گفت هیجان زده بودم، میخندیدم و خوشحال بودم که توانستی به رویایی که این همه مدت در سر داشتی برسی. به جز او، برادرم، پدر و مادرم و هر دو فرزندم هم حضور داشتند. برادرم همانند همسرم بهترین دوستم و پشتیبانم است و همیشه ازم حمایت کرده است. در یک بیمارستان کار میکنیم و در دوره بزرگسالی با هم زندگی کردیم. پدر و مادرم به هم افتخار میکنند. آنها به یک کشور دیگر آمدند به امید یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان. مردم و فرهنگی را که با آن آشنا بودند ترک کردند. به نظرم اولین کار درستی که انجام دادم این بود که دکتر شدم. کارم را به پایان رساندم بودم و مجبور به انجام کار دیگری نبودم. اما پدرم هرگز در رویایش تصور نمی کرد که پسرش فضانورد شود. او و مادرم به من اجازه می دادند که رویاهای بزرگ در سر بپرورانم. بنابراین رویای تبدیل شدن به یک فضانورد برای من، اگرچه او هرگز به آن فکر نمی کرد، مسئله بزرگ و دست نیافتنی بود. به خودم می گفتم آره، اگر سخت تلاش کنی می تونی انجامش بدی.